این تصویر جوخه آتش تو فرودگاه سنندجه، متعلق به تابستون سال 1358، زمانی که 11 مرد کرد بدون دادگاه و دادرسی تنها با دستور صادق خلخالی در اینجا یعنی فرودگاه سنندج به جوخه اعدام سپرده میشن. این ویدیوی تونل زمان روایت دو سکانس قبل و بعد این صحنه است. روایت بازیگر ناشناخته و گمشده‌ای که در تاریکی انقلاب 57 از زیر قبای صادق خلخالی بیرون میاد. محافظ شخصی اون میشه. از دادگاه امیرعباس هویدا سر در میاره و بعد هم تیر خلاص 11 اعدامی کرد رو تو فرودگاه سنندج بر سرشو شلیک میکنه. قبل از شروع از پایین هم این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. پنجم شهریور ماه 1358، کردستان. تو فرودگاه سنندج 11 مرد دستبند به دست روی نیمکت چوبی در برابر صادق خلخالی میشینن. نفر 11 مجروح بود و کنار در روی برانکاردی قرار داشت. خلخالی عمامشو بر میداره، کفشاشو در میاره، هاش رو روی صندلی میذاره، از پشت عینک زندانیا رو برانداز میکنه و اسمشون رو میپرسه. قاضی خلخالی اتهامات منصوب به متهم‌ها رو اعلام میکنه: قاچاق اسلحه، تحریک به شورش و قتل. در این دادگاه صحرایی هیچ مدرکی علیه متهمین ارائه نمیشه. همه اتهامات بر مبنای حدس و گمانه. بعد از 30 دقیقه خلخالی همه اونا رو مفسد فعل ارض معرفی میکنه. بلافاصله زندانی رو از مقابل کارکنان فرودگاه حرکت میدن. تو همون محدوده فرودگاه سنندج بعد از تقریبا 100 متر یه مأمور محکومان به مرگ رو روی زمین خاکی متوقف میکنه. از اونا میخوان آخرین وصیت خودشونو بگن. هیچ کدوم چیزی نمیگن. همه ساکتن. فقط عیسی پیرولی یکی از این اعدامیان ناخودآگاه برای نجات خودش گریه میکنه. اون ساندویچ فروشی بود که چون فقط یه تفنگ داشته متهم به قتل میشه. اون حتی عضو هیچ حزب سیاسی هم نبوده. جهانگیر رزمی، عکاسی که صحنه اعدام در فرودگاه سنندج از نزدیک دیده و این تصویر رو ثبت کرده، میگه که اون مرد ترسیده بود، نمیتونست رو پاش وایسه. سربازا از یکی از زندانیا خواستن تا اونو نگه داره. دوباره تصویر جوخه آتش تو فرودگاه سنندج رو نگاه کنید. همه اعدام کننده ها جز یه نفر دور سرشون چفیه بستن. نفر اول از سمت راست اون مردی رو که از ناحیه دست راست مجروحه نشونه گرفته. دست مرد اعدامی باند پیچی شده که گویا در یه جنگ خیابانی مجروح شده بوده. اون ناصر سلیمی، کارمند اداره بهداشت سنندج، که دست زخمی و باند پیچی شدهش رو روی سینه میذاره. دست دیگش رو مشت میکنه. سرش رو بالا میگیره. در برابر اون تنها سرباز بدون شفیه مسلسلش رو بالا میبره و شلیک میکنه. چشم محکومان به اعدام رو با چشم بند میبندن. مامورای اعدام هم روی زانو میشینن، مسلح میشن. هر کدومشون یه نفر رو هدف قرار میدن و بعد از فرمان آتش صدای رگبار گوش فرودگاه سنندج رو کر میکنه و یکی از تلخ‌ترین وقایع تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی 57 رقم میخوره. حالا صحنه به این مرد سپرده میشه. مردی با این کفشای سفید و شلوار سفید و پیرهن سفید، عینک آفتابی و جلد تپانچه کمری. اون علی کریمی، یکی از محافظهای شخصی خلخالیه. اون تیر خلاصن اعدامی هست. بعد از مسلسل پاسداره حکومت، بعضی از اعدامی ها درجا جونشون رو از دست میدن، اما تعدادی هنوز زندن. سربازا دور تا دور اعدامی ها ایستادن و به کریمی چشم دوختن. اون اسلحه‌اش رو از غلافش بیرون میاره. صف اعدامی ها رو از چپ به راست حرکت میکنه. نفر اول احسن ناهیده، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک، که روی زمین در حالت درازکش قرار داره. پارچه سفیدی روی پای اون کشیده شده. با اینکه مأمور اعدام قبلا به اون شلیک کرده، اما کریمی خم میشه و یه گلوله به سرش شلیک میکنه.
احسان ناهید از ناحیه ران پا زخمی بود و اونو با استفاده از برانکار تا فرودگاه آورده بودن تا محاکمه و اعدامش کنن. برادر 20 ساله اون شهریار ناهید هم در همین جا کشته میشه. کریمی سراغ نفر بعدی میره و به سمت اون هم شلیک میکنه. اون همینطور پیش میره و یه گلوله به هر نفر شلیک میکنه که در حقیقت تیر خلاص این زندانی ها بوده. از این تاریخ 7 ماه به عقب برمیگردیم. تو اسفند ماه سال 57 اینجا در دادگاه امیرعباس عبیدا نخست وزیر حکومت پهلوی، همون مرد مرموز با اینک بزرگش، تو ردیف اول در کنار هادی غفاری نشسته. لابد جایگاه مهم می داره که در صفحه اول نشسته، مثل غفاری که به عنوان قاتل عبیدا معرفی میشه. به نظر می رسه که این مرد همون علی کریمی محافظ شخصی خرخالی، همون کسی که تو فرودگاه سنندج به اعدام شده و تیر خلاص شلیک میکنه. گفته میشه بعد از زخمی شدن عبیدا، علی کریمی از همراهان خلخالی به عبیدا تیر خلاص میزنه و اونو هم میکشه. عباس میلانی تاریخ پژوه هم تو توضیح ماجرای مرگ عبیدا به کسی به اسم کریمی اشاره میکنه. اون اینطور مینویسه: به محض اینکه پای عبیدا به حیات رسید، یکی از کسانی که در پشت سرش میآمد هفتیری به دست گرفت و گلوی عبیدا را نشانه رفت و 2 تیر خالی کرد. عبیدا به زمین افتاد و خون از رگ گردنش فواره می‌زد. عبیدا که می‌دانست زخمی مهلک برداشته، به شخصی به نام کریمی که در صف همراهان خلخالی بود رو کرد و به تمنا خواست که جانش را بستاند. کریمی هم ظاهراً از سر لطف هفتیر را به دست گرفت و تیر خلاصی بر جمجمه عبیدا زد. ردیابی علی کریمی در دل تاریخ به بنبست میخوره. هیچ رد و نشونی از اون نیست. در همین حد میدونیم که احتمالاً از نیروهای حفاظت و انتظامات زندان قصر بوده و همزمان حفاظت شخصی صادق خلخالی، حاکم شهر دادگاه انقلاب رو هم بر عهده داشته. چند سال قبل با انتشار این عکس، گمانه دیگه‌ای درباره هویت تیر خلاص زن اعدامی‌های فرودگاه سنندج مطرح میشه. ادعا میشه که این مرد قد بلند عینکی تو فرودگاه سنندج یا تیر خلاص زن اعدامی های کردستان علی کریمی نیست، بلکه نام او فرزاد پورانیه، کسی که از ابتدای انقلاب 57 به سپاه پاسداران ملحق شد و بعدها به عنوان یه فعال اقتصادی در کردستان فعالیتش رو ادامه میده. درباره فرزاد پورانی اینطور گفته میشه که یک دو روز به شورای شهر سنندج میشه و 2 بار کاندیدای مجلس از سنندج. مدتی هم رئیس سازمان همیاری‌های شهرداری استان کردستان بود و در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری از فعالان ستاد احمدی نژاد در کردستان بوده. علاوه بر اینو گفته میشه که اون از حلقه نزدیکان محمد رضا رحیمی، معاون احمدی نژاد و استاندار سابق کردستان، و گویا از چندین سال قبل در تهران کار و زندگی میکنه. در درستی این ادعا تردید زیادی وجود داره که این دو نفر یکی باشن، چون پورانی متولد 1339 و در سال 58 19 سال سن داشته. به نظر نمیاد مرد سفید پوش تیر خلاصان در این عکس‌ها 19 ساله باشه. ضمن اینکه خلیل بهرامی، روزنامه‌نگار روزنامه اطلاعات که در روز اعدام تو فرودگاه سنندج حضور داشته، گویا در گزارشی از علی کریمی به عنوان تیر خلاصان اعدامی‌ها اسم می‌بره. در نتیجه به نظر میرسه که تیر خلاصتن اعدامی های کردستان همون علی کریمی محافظ شخصی خلخالیه. هرچند ممکن اسم واقعیش علی کریمی نباشه، یا در قدیم اسمش علی کریمی بوده و بعد از اون ماجرا اسمش رو تغییر داده باشه. اگه هنوز زنده باشه، به احتمال قوی با یه هویت دیگه در حال زندگیه. بعضی ها میگن علی کریمی تا دهه 60 در سیاست بوده، اما بعد از سال 65 از این فضا فاصله میگیره و به تجارت ملک و فرش مشغول میشه و در سال 98 در اثر سرطان میمیره. اما هیچ سندی برای اثبات این فرضیه وجود نداره. یه بار دیگه این عکس ها رو ببینید. مردانی که اینجا، یعنی تو فرودگاه سنندج، بیجان به خاک افتادن: احسن ناهید، برادر شهریار ناهید، جمیل یخچالی، ناصر سلیمی، عبدالله فولادی، مظفر نیازمند، سیروس منوچهری، اسقر مبصری، مظفر رحیمی، عیسی پیرولی و عطا زندی هستند. قبل و بعد از این اعدام چند ده نفر دیگه در مرداد و شهریور 58 در شهرهای مختلف کردستان توسط حکومت اعدام میشن. برای همین به سفر خلخالی به کردستان در این سال میگن
سفر مرگ. روزنامه کیهان در 6 شهریور 58 یک روز بعد از اعدام فرودگاه سنندج می‌نویسه که 11 نفر در سنندج تیرباران شدند. روزنامه اطلاعات هم در همون روز تیتر می‌زنه که 40 نفر در سنندج، مریوان و سقز تیرباران شدند. این خبر حکایت از این داشت که 40 نفر طی 4 روز بدون معمولی‌ترین محاکمه کشته شدند. اون روز روزنامه اطلاعات این عکس رو منتشر می‌کنه. اسمی از عکاس منتشر نشده. عکس به سرعت از رسانه‌های خارج از ایران سر در میاره و در بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات منتشر میشه. همه این عکس‌ها از اعدام 5 شهریور سال 58 باقی مونده. اما معروف‌ترین اینا همون عکس موسوم به جوخه آتش در ایران یا جوخه آتش در فرودگاه سنندج. این عکس در همون سال برنده جایزه روزنامه‌نگاری پولیتزر میشه. با این وجود کسی نمیدونست چه کسی اون رو ثبت کرده. عکاس از ترس جونش نمیتونست هویت خودش رو افشا کنه. تا اینکه در سال 1384 جهانگیر رزمی اسم خودش رو به عنوان عکاس این تصویر فاش میکنه. این عکس سند بزرگی و حرفای زیادی برای گفتن داره. نشون میده که حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی با مخالفانش چطور برخورد میکرد و از همین روش مواجهه با منتقدین میشه به ماهیت این حکومت پی برد. این عکس هولناک سند مهمی برای ردیابی محافظ خلخالیه، یعنی علی کریم. گرچه تا به الان تلاش برای پیدا کردن اون ناموفق بوده. این که علی کریمی بجز هویدا و 11 مرد کرد تیر خلاص چند انسان دیگر رو شلیک کرده هنوز نمیدونیم. اما شاید روزی عکس، فیلم یا سند مکتوبی فاش بشه تا بتونیم این مرد رو ردیابی و پیداش کنیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.